رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام بفرمایید. سال نوتون مبارک. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من سیلیکون ولی زنگ میزنم. فوق لیسانسم الکترونیکه، تقریبا 15 ساله که تو این فیلد کار میکنم. 13 سالم هست که اومدم امریکا. اینجا با یه کمپانی خیلی معروف کار میکنم و درآمدم و موقعیت شغلیم انجینیرینگ منیجرم خیلی خوبه. من همیشه تاپ استودنت بودم توی ریاضی فیزیک و اینکه توی المپیاد رتبه آوردم، منتها میدونم که جام همیشه سیلیکون ولی بوده. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هم، ولی من تو درسم و کارم همیشه خیلی تاپ و خوب بودم، اونم فکر میکنم به خاطر دقت و وسواسم. منتها این وسواس یه جایی منو به دام میندازه، اونم توی رابطه و چیزای عادی زندگی که کنترلش از دستم خارج میشه و اون باعث میشه که به محض اینکه نمیتونم وسواس گونه اون کار رو انجام بدم، کنترلش خارج بشه، تو مسئله خیلی پیش پا افتاده، به خصوص تو رابطه عصبانی شم. دنبال راهنمایی و راهکارم که بدونم چجوری میتونم وقتی این اتفاق میافته مدیریتش کنم. متوجهم. شما چند سالتون عزیز؟ من 39 سالمم. با ازدواج هم نکردید؟ چرا، 29 سالگی رفتم ایران. اونجا تقریبا 3 ماه ما نامزد کردیم، عقد کردیم، منتها این آقا خیلی دروغ گفته بودن، خانواده داشتن ایران، اینجا امریکا، به من نگفته بودن قبلا که خانواده و بچه دارن. دیگه اون عقد منجر به جدایی شدن، هیچ وقت زندگی نکرد. خانواده که نداشتن، زن داشتن و بچه داشتن. بله، جدا شده بودن. چرا یه همچی چرا یه همچی حرفی به شما زدن؟ چرا همچی دروغی گفتن؟ مثلا وقتی قرار بوده بیاد امریکا. نه خیر، ایشون خودشون امریکا زندگی میکنن، ما رفتیم ایران که پدر مادر من ایرانن، اونجا نامزد کنیم. نه متوجهم. خب شما بعد از اینکه برمیگشتید اینجا با داشتن دو تا زن که میرفتن احتمالا زندان. نه جدا شده بودن آقای دکتر، ولی نگفته بودن بکگراندشون به من و به خانواده. بچه چی؟ فرزند چی داشتن؟ دو تا داشتن. ایشون قد دروغ میگفتن، سناشون رو ما هیچ وقت نفهمیدیم، ولی مثل که یه دختر بود یه پسر بود. شما چرا اینقدر ساده به این زودی درگیره؟ شمایی که با توجه به شخصیت وسواسیتون با شک و سوء ظن و اینها نگاه میکنید، حتی بدبینی یا منفی، چطور شد اینجا یه مقداری آسون گرفتید؟ من راستش هیچ وقت به فکر ازدواج نبودم، یعنی به قول خواهرام هیچ وقت تو لیست پروژام نبود. بعد که 29 سالم بود ترسیدم، احساس کردم این تو لیست نیست. تو یک ماه با ایشون آشنا شدم و رفتیم ایران. قرار بود که ما امریکا دو سال با هم زندگی کنیم بعد ازدواج کنیم، که خب تو همون ماهای اول که نامزد کردیم برگشتیم امریکا، من فهمیدم یعنی این بک‌گراندشون بوده و خیلی دروغ میگن و شغل درست حسابی هم ندارن، دیگه تمامش کردم، یعنی دیگه اصلا نیدامشون. ولی دوباره تو از 29 سالگی تا الان کیسی که بتونم حساب کنم و شانسم شاید موقع خوب نبوده، چیز پیش نیومده که من بتونم خیلی جدی پیش ببرمش به عنوان ازدواج. خب یه ذره برای من تعجب آور هست، برای که اگر به دنبالش بودید تو این مدت، حتی ظرف 3-4 سالش پیدا میشد تا 10 سال. شما فرزند چندم خانواده هستید؟ من فرزند ششمم، یه برادر قبل از منه، بقیه همه دخترن. برادر اختلاف سنی من با بقیه خیلی زیاده، برادرم 7 سال، بقیه همینجور 10 سال، 12 سال، 14 سال با من اختلاف سنی دارن. و چند تا هستید روی هم؟ 6 تا. یعنی شما فرزند آخرم هستید؟ بله. خب معلومه که میدونید یه مقدار اون احساس ضعف و ناتوانی و فاصله سبب شده که اوور اچیور باشید، یه مقداری تو این زمینه بدوید و بعدم با توانایی‌های هوشی که داشتید و بعدن زمینه عقلی و علمیتون هم کمک کرده که بتونید این اندازه پیش برید. ولی بذارید برگردیم سراغ اینکه فرض رو بر این بگیریم
که شما مثلا شخصیت وسواسی مجبوری، چون OCD ندارید ولی Obsessive Compulsive Personality Disorder ممکنه. خب این درست مثل این است که من به شما بگم که شما یه مشکل قلبی دارید که الان کاری به کارتون نداره، ولی مثلا از 50 سالگی بعد میتونه کار دستتون بده و 20 سال هم عمر شما رو کوتاه‌تر کنه. خب شما نمیتونید نسبت بهش بی‌اعتنا باشید. اصلا مهم نیست که مسئله کار چیه، مسئله ازدواج چیه، فرزند دارید یا ندارید. یعنی دلم میخواد به این نکته توجه کنید و این یه کمی باعث تعجب منه و میپرسم ازتون چرا برای این حالت احتمالا استراب و استرس و وسواس و زمینه خفیف افسردگی و خشم چرا تا به حال کاری جدی نکردید که از شرش خلاص بشید؟ ببینید آقای دکتر، من پدرم OCD دارن، خانواده پدریم خیلی میتونم مثال بزنم که دارن و تو خواهرام هم میبینم تو یکیشون خیلی بولده، اما مال من یکم الان دارم اگزاجره میکنم به خاطر اینکه سریعتر بتونم تو تایم کمتر شما کمک بگیرم، اما شاید اگه مثلا شما بر مدت طولانی من بشناسین اصلا اینو نوتیس نکنین، اما من میدونم که دلیل این که مثلا من توی رابطه با پارتنرم خشمگین میشم، میدونم از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، برای اینکه بلافاصله که کنترل از دست میدم یه دفعه این جرقه میزنه. توی این سالا نه اینکه خیلی اذیتم نمیکرد، به خصوص درس و کارم به هم کمک میکرد دقیق و ریزبین باشم، هیچ وقت جدی دنبالش نرفتم، اما الان که داره توی رابطه اذیت میکنه، ولی خب مثلا من الان 2 ساله که تراپیست دارم، اما اونقدر نتونستم مثلا اینو کم کنه، برای همین اومدم رو خط شما سوال کنم. و اینکه اگه بدونین مثلا ریسورس، مثلا من کتاب زیاد خوندم راجبش، تمام سیدی های شما رو 3-4 بار گوش دادم، بیشتر از این کاری راجبش متاسفانه نکردم چون نمیدونستم از کجا باید شروع کنم به کجا ختم کنم. ببینید یه مشکل شما یه کمی بهره هوشی بالاتون عزیز، اینو تو بچگی هم البته به مادرم گفتن، همیشه هم اذیت هم کردم، اونتا من هدایتش کردم توی درس و اولمپیاد و ریاضی فیزیک. نه متوجه هستم، یعنی میخوام بگم اتفاق برک. ببینید عزیز، شما بیاد اینگونه تصورش کنید که شما یه اتومبیلی دارید که به مجرد که سوارش میشید همینقدر که شروع میکنید 1 متر میاد جلو، سرعتش بلافاصله میشه 50 مایل. دقیقا شما معلومه که اتفاق میافته آقای دکتر، بعد تو رابطه و تو کار من عصبانی میکنه، برای اینکه احساس کنم وای مردم چقدر خنگن، بعد قشنگ عصبانی میشم و نمیتونم کنترلش کنم. خب همین دیگه، به همین جهت که ببینید حتی خودتون برای خودتون خطر میآفرینید، چون ببینید ماشین جلویی شما میبینه یه ماشین عقبه و بنابراین خب فرض رو بر این میگیره که این تا به من برسه من میتونم مثلا بپیچم، ولی شما با آنچنان سرعتی میایید که او که 1000 تا ماشین دیگر اینجوری ارزیابی میکنه مال شما متفاوته. بنابراین نه تنها شما برای خودتون خطر میآفرینید، برای دیگران خطر میآفرینید. به همین جهت است که 2 تا نکته اینجا اهمیت داره. مورد اول این است که طرف مقابل شما یه مقدار آگاهی های شما رو داشته باشه که بدونه با کی طرفه. درست مثل اینکه مثلا بدونه که شما صبح به مدت نیم ساعت سگ و بد اخلاق، مثال، یا درست مثل آقایون وقتی که از سر کار میان یه نیمی از اونها بهتره یه نیم ساعت هیچ کس باشون هیچ کاری نداشته باشه، به اصطلاح اون گرهی که به خاطر کار به دلیل ویژگی روانی مردانشون با یه مقدار مشخصات روانی پیدا کردن باز بشه، بعد از نیم ساعت میشن پدر خوب و همسر خوب، ولی 3 دقیقه اول به درد نمیخورن. خب یه چنین، حتی من برخی از اوقات به دوستانی بوده تو کار تراپی میگفتم وقتی رسیدی خونت حق نداری بری تو، تو باید 5 دقیقه تو ماشین بشینی و با خودت صحبت کنی و خودتو آروم کنی که در حقیقت خودتو باز کنی با یه سرعت که بتونی بری تو، برای که این بچه ها کوچولو هن، اینا سرشون نمیشه که فعلا نیم ساعت با پدرشون کاری نداشته باشن، اونا بلا فاصله ددی ددی یا بابا بابا میپرن تو بغلت و تو برای این کار آمادگی نداری. پس بنابراین تو این باز شدنت رو 5 دقیقه 10 دقیقه وقتی رسیدی در خونه تو گاراژ بمون، تو خیابون پهلویی بمون، راحت و آسوده خودتو باز کن بعد برو تو. یعنی این هشداره برای خودتون و اون مهمه. علت این که الان دارم وارد این بحث با شما میشم این هست که شما اولا باید بدونید به خاطر جایگاهتون
یه زمینه ناآگاه برای ازدواج نکردن دارید، یه زمینه ناآگاه برای بچه دار نشدن دارید. یعنی این اجتناب ناپذیر، یعنی از 100 تا بچه تک توی خانواده بیشتر از 4 تا که شما 6 تایی، بدون تردید بیش از 70-80% این وضعیت رو دارن به صورت ناآگاه به دلیل تجربیاتی که میاد. دوم، به دلیل اینکه شما باهوشید، تعریف هوش به معنی تنوع در سازش، همیشه تونستید از راه دیگه و از جای دیگه همه رو جبران کنید، بنابراین در تحلیل نهایی کم نیاوردید. اما شما با یه واقعیت بیولوژیک روبرو هستید که اون دست از سرتون بر نمیداره عزیز. یعنی یه عاملی به اسم اینکه امسال یه سال گذشت و سال دیگه میگذره و میگذره با شما روبروست که طبیعت بالاخره خودش رو به شما تحمیل میکنه. یعنی میگه مواظب باش، 30 سالت شده، 40 سالت شده، آخه آقای دکتر این کار کرد، من رفتم اکفریزین کردم، برای اینکه من وقتی میرم دیت اصلا طرف نیم ساعت که حرف میزنه من حوصلم سر میره، میگم چه خنگه، اصلا دیگه دلم نمیخواد ببینم، چون این بارها و بارها تکرار میشه. خب حالا مثلا تو سیلیکون ولی با آدمایی که دیگه خیلی و سمارتن میرم بیرون، اینقدر شبیه خودمن که برام جذابیتی دیگه نداره، مثلا کاملا شبیه خودمم، من هر چی میگم توی انجینیرینگ میفهمه، اما مثلا بر من فان نیست، غیر از مثلا تو کار میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، برای اینکه اونم آخه یه خبر بد دارم، شما هم آدم فانی نیستی. ببین عزیز، این حرفایی است که من از 100 نفر گفتم تو کار تراپی مثلا با این واقعیت روبرو شدم که یه کسی بگه که من مثلا حوصله‌ام سر میره از دست این آدما، این حرف کردم شما درباره اینا به صورت دیگه میه، وقتی من با اینا کار کردم فهمیدم they are boring، خودشون در حقیقت یه ریفلکشنه، و ده همین جد است که اتفاقا اشکال کار در اینه که اگر اون آدم مثلا به شما میگه با هم تنیس بازی کنیم، یه توپ میزنه، حالا یه توپ شما نمیگیرید، دومی و سومی هم نمیگیرید، وقتی 10 تاش رو خوبر میکنه دیگه. علتش این است که شما یه ویژگی روانیتون است که با موضوع کوچک برانگیخته نمیشید عزیز، یعنی یه مقدار بیش از این میخواهید، یعنی شما احتیاج به کسی دارید که تکونتون بده نه اینکه بیدارتون کنه. چون مثلا مثل آدمی مونه که خواب میان بگم فلانی پاشو پاشو، نه، شما برخی از اوقات ای بس ها نتونه با تکون تو بده، با آب بریزه تو صورتتون. اون چیزیست که ممکنه توی آدم پیدا بشه ولی تعدادش کمه. تو تیپ مانند شما زمینه و ظرفیتش هست ولی به دلیل آموزشی دارن و نوع زندگی دارن مثل شما شدن. چون من خیلی از اوقات دیدم آدمایی بودن که مثلا خیلی سفت و سخت و محکم نشستن تو توی مهمونی، ولی اگر شما راهش رو پیدا کنید 10-15 دقیقه بعد به اون مسیری که بندازیدشون، یا من توی دوستانم یه دفعه این از همه اجتماعی تر و درگیرتر میشه، ولی در حالت عادی کنار گرفته نشسته، عین بچه هایی که وارد یه مهمونی میشن چند دقیقه اول تکون نمیخورن کنار پدر مادرن و از اونایی نیستن که برن با بچه ها با بازی کنن، شما مدتی باید باشون سر کرده بزنید تا برن، ولی بعد وقتی رفتن دیگه شب نمیشه آوردشون خونه. حالا ببینید جناب دکتر، من ترجیح میدم نیمه دوم و بقیه پارت اول صحبت شما رو ادامه بدم، اونم این که شما مثال زدید که مثلا آدمی که صبح پا میشه نیم ساعت بد اخلاق و اخموه، ما باید مثلا این ویژگی رو من یا پارتنرم یا حالا هر کسی که در ارتباط نزدیکه بشناسه که بشیم اون شکلی مدیریتش کنیم. اما اینجا دو تا مشکل وجود داره، یکی اینکه توی کار فرض کنید مثلا من متاسفم که اینقدر صریح مجبورم بیان کنم، اما فرض کنید دختر ایرانی ام که حالا توی سیلیکون ولی توی کمپانی خیلی معروف مدیرم، هیکل و صورت منم خیلی بیبی فیس، یعنی خیلی کوچولو به نظر میرسم، اصلا نمیتونن حد بزنن چند سالمه. حالا من مدیر اینا شدم توی فیلدی که الکترونیکه، یعنی همه مردن، بعد کلا هپی نیستن با این موضوع. حالا من بخوام از اینا توقع داشته باشم آندرستندینگ هم باشم خیلی چیز سختیه، بس بکنید مثلا یه الگوریتم که طرف 25 ساله داره باش کار میکنه، من میام مثلا میگم اینجوری بنویسین الگوریتم، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، بعد مینویسه تمام اون 25 سالی که این نمیدونه، حالا تو 25 روز من بهش گفتم کارشو خیلی سریعتر جلو میبره، به منم میگه تو اصلا جینیوسی، ولی من میفهمم که اینا عصبانی میشن، یعنی فکر کنید تو محیط کار اینا خوشحال نمیشن که یه آدمی خیلی باهوشه. تو رابطه هم تا تجربه کارو من داشتم، نصب کنید، صبر کنید،
سب کنید میریم تو رابطه. خیلی نظرتون دقیق و درست نیست عزیز. ببینید دو سه تا نگاه در اینجا هست که اون یه کمی اشکال داره، هر کدومش یه 10% با توش تجدید نظر بشه. اول فرزند ششم بودنتون، که شما میدونید فرزند ششم میدونید چه نتیجه ای میگیره، حداقل 10,000 بار تجربه کرده که نمیدونم و نمیتونم، ولی خواهر برادرای من هم میدونن هم میتونن. به همین جهت است که شما از اون ور با در تواناییاتون جلو زدید، ولی ته وجودتون چیه؟ یعنی در حقیقت مثلا من به نظرم این درست نیست، یعنی اصلا خواهر من بیشتر از من نمیدونم، اصلا قبولش ندارم. نه نه آخه به اون دلیل نیست عزیزم. شما وقتی 2 ساله بودید مثلا، وقتی 3 ساله بودید، من اصلا بحثم بزرگسالیتون نیست. ببینید دو تا من پسر دارم با فاصله 2 سال و نیم. پسر بزرگ من پرهام 10,000 تا بازی رو از فریب برده، نه الان، در کودکیش، و اون 10,000 بار احساس بردن کرده، اون 10,000 بار احساس باختن کرده. و اگر یه زمین های جبرانی نباشه، به همجاز که حتی شما مطالعات راجع به بچه اول دوم دو تا بچه با یه فاصله خیلی چیز هست، عرض من الان نیست عزیز، عرض من دقیقا برمیگرده. حتی به همین واکنش شما نشون دهنده این است که چرا گفتم یادتون اول گفتم اوراچیوری، یعنی شما یه مقداری یه دنده اضافه هم برای خودتون دارید. میخوام به شما نکته قسم حرف دیگری است، حرفم این است که شما به عنوان بچه ششم از 6 تا بچه امکان نداره ارزیابی و قضاوتتون راجع به خودتون واقعی باشه، حتما خیلی خیلی آگاه و ناآگاه کمتره، حتی ناآگاه خیلی کمتره. این شماره 1. 2، شما زنید، توی جامعه مانند ایران بزرگ شدید. 3، شما رفتید توی رشته های مهندسی که خودتون میدونید اونجا چند بازه اصلا قانون و قاعده اون خورده فرهنگ سب کالچری که مثلا در دانشگاهی معتبر هست چند بازه سب کالچر مردانه است، اونم مردانه مبتنی بر رقابت و برد و باخت. این رو همینجا دارید. بعد شما آمدید کجا؟ آمدید در مغز جهان سیلیکون ولی، و در اونجا به دلیل تمام توانایی هایی که داشتید، یعنی اونچه که امتحان کردن شما رو صرف نظر از فرزند ششم بودنتون، دختر بودنتون، ایرانی بودنتون، آوردن شما رو اونجا و شما توان اون رو داشتید که بتونید مخصوصا با تلاشی که داشتید و زمینه خلاقیتی هم که دارید و در این حال حتی فرزند ششم از یه جهتی به شما توانایی های مانور کردن و یه مقدار هیچ وقت در باکس نموندن رو داده که این ور اون ور برید، بلکه همیشه باید یه دست و پای میذارید که بتونید در مقابل نیروی بزرگتر همچنان قد علم کنید. و الان فرض شما، چون حرفتون رو میخوام بهتون بگم، این بود که مهندسی که مهندس باهوش تحصیل کرده ای از دانشگاه معتبری از سراسر جهان از جمله امریکا آمده، وقتی شما بهش کمک میکنید خودش هم متوجه میشه چیزی رو نمیدونسته، شمایید که هنوز دارید احساس بد میکنید، اینقدر اونا به شما اینگونه نگاه نمیکنند. این پروجکشن شماست عزیز، یعنی این فرافکنی شماست، یعنی اون متوجه میشه این دختر خانم که حالا کوچولو ایرانیه ولی خیلی باهوشه. بعدم اینا توی سیلیکون ولی با این واقعیت روبرو شدن که آدم ها رو با ظاهرشون قضاوت نکنند. علتش هم این است که دیدن یه آدمی که یه ظاهر ساده‌ای داره یه دفعه تونسته ظرف مدت کوتاهی ای بسا 100 میلیون حتی 10 میلیارد پول در بیاره، تونسته یه راهی رو باز کنه. برای سیلیکون ولی این احساس ستاره بودن مسئله غیرعادی نیست، ولی این شمایید که در این کار میکنید. علت که متوقفتون کردم برای که تو محیط کارتون درست نیست، یعنی اگر بیان بخوان رأی بدن به زنان و مردانی که اونجا مثلا مدیریت دارن، شما اگر قبلش قرار باشه نظر بدید بگید نمره من بین 1 تا 10 به من میدن 6، در حالی که بعدا خواهید به شما 9 دادن. حالا علتی که میخوام این بهتون بگم اینه که شما این بار رو بر میدارید بیرید توی رابطه، اینجا مسئله چند برابر پیچیده تر میشه. به همین جهته که یه آدمی که در حد و سطح شما نیست و سرعت شما رو در ارزیابی اوضاع و وضعیت نداره، حوصلتون سر میبره، متوجه میشید این خنگول رو نمیخواید، پس بره کنار.
ولی اون یک کسی که در حد توان شما هست، اشکال کار اینه که یک بچه آخر ممکنه نباشه یا ای باشن فرقی نمیکنه، مرد زن نیست. ای بسا اگر ایرانی باشه یا نباشه فرق نمیکنه، باز در جو محیط های مهندسی بوده یا رشته های مرتبطی بوده که بیشتر مردانه است و بنابراین شما در مقابل او باز همین وضعیت رو قرار میگیرید. حالا از یک طرف شما یک کوششی میکنید برای جبران همه اون چیزهایی که در درونتون شما رو ممکنه کمی پایین بکشه و در مقابلشون از واکنشاتون متوجه شدم یاد گرفتید که کاملا خودتون رو برای سر جاتون بیستید و مثل آدمی که با اخطار میگه من چه هستم. ببین مثلا شما در ایران آدما میتونستن یه پالتو نظامی بپوشن بود، ولی اگر این پالتو رو که ما کنار میذارید میدیدید این سروانه یا سرهنگه و یا اصلا اولی فرض کنید سه تا ستاره داره، دومی سه تا قبه داره، سومی سه تا ستاره با یه تاج داره که میشه سپه بود. یعنی تا زمانی که اونو کنار نزنید اون رو نمیبینید. در ظاهر همه فقط معلوم نظامی هست ولی معلوم نیست سروانه یا سرهنگه یا سپه بوده. علتی که میخوام خدمتون بگم، شما به دلیل توانایی های هوشیتون با سرعت یه قضاوتی میکنید و هم تصمیم راجع به خودتون میگیرید هم دیگری. اشکال کارتون این بوده. حالا چرا دلم میخواد که شما یه توضیحی به من بدید برای که میشه به راحتی اون رو دید، البته معمولا برای این کار یه وقت مفصلی احتیاجه، یک رابطه ای که مدتش طولانی تر بوده یا یه برجستگی و امتیازی داشته یا در شما شک و تردید رو برای ادامش و یا ازدواج براتون به وجود آورده طی 5 سال گذشته. تو 5 سال گذشته یا 7 سال گذشته اگر به خاطر بیارید و به من بگید اشکالی که با این آدم، چون یادتون باشه این جزء یکی دوتا ستا کسانی است که به هر حال در ذهن شما مونده و در زندگی شما یه جایی داشته پیدا میکرده، بگید من به راحتی میتونم نشون به شما بدم که چرا تمام اون مشخصات شماست که بسیاریش ناآگاهه تو این کار سبوتاژ کردن. هنوز البته دلم میخواد گوشه ذهنتون یادتون باشه که شما در جهت ازدواج و داشتن بچه مسئله دارید. بعدم حتما ازتون یکی دو تا سوال دیگه دارم ولی چون مرتبطی است میذارم برای بعد، ولی امیدوارم فرصت پیدا بشه. علتی هم که دارم بهتون وقت میدم اینه که بگردید پیداش کنید راجع به این رابطه که کجایی بود، چند سالش بود، جنبه مثبتش از نظر شما چی بود، منفیش چی بود، چرا به او فرصت بیشتری دادید و یا چرا بعدا تمومش کردید. هر جور که دلتون میخواست گفتگو رو ادامه بدید. ببینید آقای دکتر، من یکی از شاگرداتونم که اگه منو ببینین میشناسین، همیشه پیشتون میام، اما رو خط رادیو چون قبلا من راجع به ازدواج با شما حضوری زیاد صحبت کردم به خاطر آشنایی که داریم، رو خط رادیو نمیخواستم این بحث رو بیارم. بحث امروزم فقط راجع به OCD بود که دیگرانم گوش کنن، چون متاسفانه مهندسا و دندانپزشکا خیلی درگیر این مسئله هم، به خصوص توی بیریا. در همین بحث رو بردم این سمت و شما کاملا توی مدت کوتاه چیزی که من میخواستم و به هم گفتین و شنیدم و دقیقا همین مسیر رو میخواستم برم. همه چیزایی که گفتین از لحاظ من بین 90% تا 100% درست دا اپروچتون به اون مسئله من میخواستم بگم کاملا درست بود، اما بحث ازدواج من خودش باز یه بحث به قول شما طولانی دیگه است. در جواب سوالتون، من تو 5 سال اخیر برای اینکه میخواستم بازی دارم و ازدواج نکنم و اصلا بازی هم که قبلا در بردم اون آدم رو انتخاب کردم، به نظر خودم اگر امروز بپرسین این بود که به خودم و دیگران نشون بدم ببینید من تلاشم کردم نشد دیگه، لطفا همه دست از سر من برداریم از جمله خودم، من به بقیه پروژه هم برسم. این بازی رو من در میارم. اگه بخوام مثال بزنم، تو 5 سال اخیر من 2 تا رابطه 3-4 ماهه داشتم که اگه بخوام برای شما بگم اصلا از هیچ نظر این آدم ها به من نمیخورد، یعنی اصلا یه چیز خنده داره بی ربطه که همه فقط شاخاشون در اومده بود من دارم چی کار میکنم و من واقعا نمیدونم که چرا این بازی رو در میارم و اصلا
وقتی هم میخوام بشینم راجبش فکر کنم و تحلیل کنم، خودم هم از زیرش در میرم. من میدونم که اینجا من مشکل دارم، اما امروز سعی کردم OCD رو بکشم وسط. شاید OCD باعث این کار میشه. البته من متاسفانه هنوز شما رو به ذهنم نیاوردم، اصلا دنبالشم نمیگردم چون میترسم یه پیش‌داوری داشته باشم که من رو اذیت کنه. ولی ببینید عزیز، حرفی که شما الان زدید در حقیقت خواستم حتی قطعتون کنم، یه اقرار و اعتراف بود به قتلی که انجام شده که درست. کارآگاه نتونسته پیدا کنه، شما اعتراف کردید تموم شد رفت. یعنی دقیقا مشخص است که شما آگاه و کمی شاد آگاه ولی بیشتر ناآگاه. شرط این که با یک کسی دوست بشید است که مطمئن باشید حتما نمیشه و به جایی نمیرسه. یعنی این ای بسا تنها شرطی است که اون آدم باید داشته باشه، حالا از سر سرگرمی، از سر بازی، از سر اصرار او، از سر هر چیزی که خودتون دوست دارید که در زمانهای مختلف به صورت تفریح و تفنن برای شما در میاد، یه آدمی رو انتخاب میکنید که بعد آخر کار نشه. و من این رو تو کار تراپی دیدم، ولی گفتم ماجرای دختر بودن شما، فرزند ششم بودن، این وضعیت رو تو وجود شما مقدار زیادی کاشته. حالا موضوع ای بسا زمینه های استراب و استرس و وسواس شما که ناچار به کمی افسردگی و خشم هم کشیده میشه، اونا هم این وضعیت رو تشدید میکنه. ولی چیزی که خودتون قراره به خودتون جواب بدید یه مقدار این هست که اگر ازدواج و اگر بچه برای شما موضوع هست، داشتن یه دوست و یا رابطه و یا اصولاً از نظر خود شما چه جنبه فیزیکی و چه روانی، نیاز جنسی خودتون رو چه میبینید؟ یعنی این یه چیزیست که میشه کمش کرد، نادیده گرفتش، در یه حدی نگهش داشت، یه راهی براش پیدا کرد؟ چون بسیاری از اوقات وقتی نگاه میکنید به چرایی ازدواج همچنان در دنیای امروز برمیگرده به شدت تمایلات جنسی آدم ها، چه از نظر فیزیکی که به دلیل تغییرات هورمونی و غدد و ایناست که یه عده‌ای فعال ترن، چه به دلایل روانی و یا حتی اجتماعی. برخی از اوقات، خیلی از اوقات هم در یه جامعه مانند ایران خلاص شدن از دست خانواده و در حقیقت انجام یک وظیفه‌ای که به دوشش انداختن ولی خودشون رو قبول نداره. حالا باز میخوام پیام ها رو بشنویم، علت داره برگردیم. اگر تو خودتون دلتون میخواد یه توضیحی در این زمینه بدید، میتونید اونو مطرح کنید که خودتون در این زمینه فکر میکنید کجا ایستادید و احتمالاً 5 سال دیگه که موضوع بچه دار شدنتون کاملا منتفی خواهد بود، کجا خواهید ایستاد از نظر احساسی که راجع به خودتون به عنوان یک فرد بسیار آگاه و توانا و به عنوان یه زن در زندگیتون، هم از اینکه زندگی شخصی خودتون باشه، تنهاییتون باشه، یا در چارچوب خانواده، اون رو چگونه میبینید؟ چون برخی از اوقات راههایی برای حل برخی از این مسائل هست. جان دکتر، اولا ممنونم به خاطر وقت بیشتر که در اختیارم گذاشتین. دوم من که برگردیم به سوال شما، خواسته شما، من خانوادم، پدر مادرم خیلی روی درس و کار همیشه تاکید داشتن، خواهرام هم همه توی درس و کار خیلی موفقن مثل من، بنابراین مثلا ازدواج خیلی تعریف شده نبود، یعنی چیزی نبود که از ما بخوان و ما بخوایم دنبالش باشیم. این برای من یه سکندری بود، هیچ وقت پرایمری نبود. ولی خب اون طبیعت که میگین شما فشار آورد، منجر شد که من اگفریز کنم و به خودم یه تایم فریم بدم از 38 تا 43، 5 سال، که این دیگه لاست چانس همه که بخوام وارد رابطه شم و خانواده تشکیل بدم. خب همیشه من اینو دوست داشتم ولی برام اولویت نبوده، و چون اون هدفهای شخصیم و همه رو انجام داده بودم به عالی ترین شکلی که میتونستم، الان جای خالی اون رو حس می کردم. من توی 30 خورده‌ای اکفریزینگ رو انجام دادم، از اون جهتی که خیلیم راحت شد و به خودم 5 سال وقت دادم که اون پارتنر مناسب رو پیدا کنم و یه خانواده
سالم باهاش بتونم تشکیل بدم. برای همینم افتادم دنبال ریسورس ها و کمک که منجر به این هدف بشه. اگه سوال شما رو کامل جواب داده به باشه. مقدار زیادی پاسخ دارید، فقط دلم میخواد یه اشاره کوتاه کوتاه به مسئله تمایلات جنسی یا نیاز جنسیتون چه از نظر فیزیکی و روانی، این تو زندگی شما چقدر جا داره و چقدر اهمیت داره؟ من اگه پارتنری داشته باشم که عاشقش باشم، یه هویی مثلا این موتورش میره روی از 100 تا روی 90-95 کار میکنه، اما زمانی که کسی تو زندگی نیست من کاملا میتونم این موتور رو دیزلیش کنم و اصلا برقی نباشه و دیزلش هم تغذیه نکنم و از کار بندازم، اصلا نیازی خیلی به این نمیبینم. اما جالبه وقتی که یه رابطه هستم که این لاوم، کاملا این موتور روشن میشه و طرز عجیبی کار میکنه. بنابراین پاسخی که به دنبالش بودم رو گرفتی. بنابراین بریم سراغ موضوع واقعا اشکالی که با اون آدم که واقعی بوده داشتید، یعنی اونجایی که مرتبط میشه به نه خود رابطه، من کاری نرم، به استراب و استرس و وسواس و اینا، اونجا چگونه این خودش رو نشون میداد؟ یعنی مثلا از اینکه او خوابیده بود این حال به شما دست میداد، از اینکه دلش میخواست بشینه ول کنه خودش رو جلوی تلویزیون فیلم ببینه، از اینکه شما رو میخواست بکشه بیا بریم کوهنوردی و صخره نوردی و حالا یه ورزشی رو جلوی شما میگذاشت که با ویژگی روانی یا فیزیکی شما سازگار نبود، اشکالی که تو رابطه پیدا میشد تو چه زمینه ای بود؟ یعنی کجا بود که شما این پرسش رو به ذهن خودتون می آوردید که آیا ادامه بدم یا نه، به درد میخوره یا نه؟ ببینید یه مثالی که میتونم بذارم که همه چی رابطه از نظر من خوب بود و صادقانه بگم من خرابش کردم، این بودش که من وقتی این اتفاق تو مردم عادی هم با هم میفته، وقتی دیگران دارن صحبت میکنن من تو آخر صحبتشون رو میدونم میخوام چی بگن، بعد من اینقدر سرعت مغزم بالاه که من خودم نمیتونم کنترلش کنم، یهویی اونا رو استاپ میکنم با یه بی احترامی. تو کار میتونم اینو کنترل کنم، ولی وقتی با یکی به درجه صمیمیت میرسم تو رابطه به خودم اجازه میدم که مثلا بگم با ساکت باش دیگه میدونم چی میخوای بگی، بعد این به شکل خیلی بدی میگم، بعد توی وقتی میبینم طرف خنگ بازی در میاره تو چیزای عادی به خودم اجازه میدم که بهش توهین کنم و این متاسفانه رابطه من خراب میکنه. یعنی آدم قشنگ بهش توهین و بی احترامی میشه و من خیلی بد این کار میکنم، بعدش خیلی متاسف میشم. اما بعضی موقع صورت مغزم بالا اصلا نمیتونم کنترل کنم. موضوع ببینید عزیز، صبر. اولین تمرینی که شما میتونید بکنید که میتونه بسیار بسیار به شما کمک کنه، این حرفی که شما میزنید درسته، به همین جهت است که من همیشه عرض کردم شما اگر کتاب رو تند بخونید که نفهمید کنار میذارید، کتاب رو خیلی آهسته بخونید، خیلی میگن یواش بخون بفهمی، چون موضوعی خودتون رو داخلش میکنید باز کنارش میذارید، به همین جهت است که یه سرعت مناسبه برای خوندن کتاب که در حقیقت اون فرد داره حرف میزنه و شما دارید تعقیبش میکنید. یه دلیلی که بسیاری از مردم علاقه به مطالعه ندارن به خاطر اینکه به دلیل برداشت‌ها و یا نظر غلط آهسته میخونن و یا تند میخونن. این مسئله است. حالا پیشنهادی که من به شما دارم اینه که شما اگر بتونید هفته 2-3 ساعت برید توی مهد کودک، مهد کودکی که بچه‌های یک کمی سنشون بیشتر از 3 ساله یا 4 ساله که در بیان موضوع هم توصیفی هستند، هم انتظار توجه رو دارن، و شما اونجا تمرین کنید کوشش به جهت شنیدن اونها، حتی اگر پیش بینی میکنید ببینید پیش بینیتون چقدر درسته، من مخالفتی ندارم. شما در خصوص آدم بزرگسال این کارو بکنید. دکتر من این کارو با بچه خواهرام تمرین سعی کردم بکنم نمیتونم، یعنی با یه عصبانیت عجیبی از اتاق خارج میشم، اصلا نمیتونم. خب حالا میدونید چه پیام میده، میدونید چه پیامی میده، یه پیام میده که مجبورم ازتون یه سوالی بکنم، شاید یادتون باشه شاید نه. شما از اینکه دختر بودید خیلی خوشحال و راضی نبودید، یعنی در 3 سال اول یا در 6 سال، اونجاست که غالب اوقات ببینید اون واکنشی که شما نشون گفتید میدید و یا اون
نسبتاً بی احترامی که حالا گفتید انجام دید، اون خشم عزیز، اون انگره که تبدیل به عصبانیت میشه. البته مرتبط به استرابتون، مرتبط به اینکه مثل آدمی که مثلا فرض کنید عجله هم تا حدودی داره، مهمم هست، میخواد بره فرودگاه یا هر چیزی، یه ماشین جلو افتاده به جایی که سرعت مثلا 60 مایلی که معمولا همه میرن 30 مایل بره. خب دیگه آدم‌ها بوق میزنن دیگه. در فریوی های امریکا دو تا عامل تصادف، سرعت هر دو تا، یکی اونایی که آهسته میرن، یکی اونایی که تند میرن. حتی اونایی که آهسته میرن منشأ تصادف میشن، حالا ممکنه برای خودشون نه برای دیگران. یعنی من حرفم این است که شما یه کمی اون خشم میتونه مسئله باشه که همچنان بعدم در جهت ازدواج و بچه دار شدن برای شما مسئله درست میکنه و رابطه جنسی رو فقط اون زمانی که اینقدر خودتون رو با کسی یکی میدونید که حالا فکر نمیکنید رابطه زن و مرد، حالا رابطه دو نفری که همدیگر رو دوست دارید که ای بسا جنسیت در اونجا جایی نداره و اونجاست که باش راحتید. یعنی این برمیگرده به استراب و افسردگی و وسواسی که خشم و عصبانیت رو در شما به وجود میاره که دارید. اگر نخواهید ادارش کنید، واکنش رو به این صورت نشون میدید. ولی چرا این رو در خصوص شاد همه تا حدودی ولی مشخصا تو رابطه به کار میبرید؟ علتش این هست که ماجرای زن بودن تونه. حالا برخی از اوقات هم ببینید آدم ها حرف نمیزنن ولی پیامی که میدن، مثلا فرض کنید شما میخواید یه چیز کوچکی رو جابجا کنید، میگه نه تو دست نزن، من بذار من جا. پیامی که دارن میدن اینه که تو زنی و ضعیفی و من مردم و قوی، به این شما رو اذیت میکنه. برای که این پیام های پنهان رو شما میگیرید. یکی دیگه میگه آخه من که کاری نکردم، من به تو گفتم بذار من این کار رو برات بکنم. ولی من از این ماجرا میسازم و دقیقا تو فرهنگ ما که من وقتی با مرد ایرانی میرم بیرون دقیقا دعواها اصلا اینجا شروع میشه. من همش میخوام خودم ثابت کنم و متاسفانه تو خانواده ما که پسر میخواستن، خیلی پنج تامون دختر شدیم. این حرف شما درسته، من از اینکه دختر بودم خودم تو اون خودآگاه هم نمیبینم چون خیلی توانمند بودم، اما تو اون تیکه یخی که اون پایینه و ناخودآگاه منه، من نمیدونم چه خبره. حتما اینی که میگین درسته، چون به نظرم آشنا میاد، میدونید sound familiar. اما وقتی میگردم تو خودم میگم خب نه، من که از خودم راضیم، پس این از نمیتونم ناخودآگاه رو بفهمم توش چه خبره. خب منم به شما نگفتم ادا، دقیقا آقایون هر کاری میکنن من میخوام بگم او منظورت این بود، پس من دخترم، پس من کوچیکم. میدونید دقیقا هم حرف که میزنین درسته. دقیقا. ببینید عزیز، اون برداشت های 3 سال اول و بین 3 تا 6 که هویت جنسی و نقش جنسی و به نوعی نمادهای بیرونی جنسی خودش رو نشون میده، اونجا شما مسئله دارید. بسیاری از خانم‌ها بودن که مثلا تو تولد تا 3 یا 3 تا 6 مسئله داشتن در مورد دختر بودن، ولی بعدن اصلا به یه جایی رسیدن که شما وقتی باشون رو به رو میشید میبینید که مطلقا اون احساس بد رو راجع به دختر بودن خودشون ندارن و خیلی هم به اصطلاح پراود هستن. ولی برخی از اوقات وقتی تهش رو نگاه میکنید میبینید ایشون تعلق نداره به یک دختری یا زنی که زن بودن و دختر بودنش براش به همون اندازه که مردان هستن اهمیت داره، چون نمیخوام بگم بالاتر یا پایینتر، یعنی میپذیره اصل انسان بودن رو مقدمه بر زن و مرد بودن. ولی در برخی از اینا شما چی میبینید؟ عصبانیت رو، به طوری که من برخی از اوقات گفتم برخی از فمینیست ها یا سازمان های اونا The Organization of Angry Women، یعنی سازمان های زنان عصبانی هست. اصلا اینا حرف من این است که اینا طرفدار آزادی و برابری زن و مرد نیستن، اینا دشمن مردن. همطور که توی آقایون یه به دلیل ویژگی های خاصی داشتن دشمن زنن و شما این رو توی روابط میدید. عجب آن که هر دوی اینا وقتی میرسن به مسائل جنسی، مردانی از این قبیل معمولا پریمچور ایجاکولیشن دارن، با سرعت ارضا میشن چون میخوان مثل زنبور نیششون رو بزنن و برن، و خانوما ارگازم و کلایمکس ندارن. یعنی میخوام بگم مسئله پیچیده میشه و همونطور که خودتون گفتید اونجاست که شما با توجه به تعدادتون و آخر بودنتون، حداقل هم نمیخوام بگم امیدوار بودن شما
پسر از آب در بیاد یا مرد از آب در بیاید، ماجرا این است که شما ما دختر آمدید و فقط کافی است یک بار، حتی یک بار، اونم دختری با توانایی هوشی شما یک بار این رو به یه نوعی بشنوه از یه جایی که مثلا خیلی دختر دارن، یا ای کاش این آخری دختر بود، یا دلشون دختر میخواست، تموم کار شما. یعنی درست مثل این که من برم توی مهمونی بعدم به من بگن ببخشید شما بی خودی اومدید، باید برید از اینجا بیرون. خود مهمونی اصلا اهمیتی نداره، ای بس اصلا دلم هم نمیخواست برم، ولی اگر بیرونم کنن مسئله خیلی جدی است. و در حقیقت خب اون ببینید آقای دکتر، من پذیرفتن واقعیت اصلا مشکلی ندارم، خیلی خوشحالم که شما دارین اینو میگین، اما اینکه از تو ناخودآگاه هم اینو دارم یه کاری راجبش بکنم گیجم، میدونین نمیدونم خب باید علیهش عمل کنی، بروشه. یعنی باید علیهش عمل کنی، یعنی اولا یک حتی بپذیرید نقش زنانه رو، نه بگید که این جامعه باید زن و مرد را برابر بداند. دو، وقتی که یه مردی این کار رو میکنه دو تا کار رو بکنید، هم تذکر رو بهش بدید که این پیشنهاد این که بذارم من اینو جابجا کنم، امیدوارم به خاطر این نیست که من زنم و ضعیفم، اینو یادت باشه، مواظب باش، و بعد از اون اصلا حتی تو این کار دخالتی نکن. ولی منم میفهمم که تو حتی اگر یه همچین نیتی داشتی یا ذهنیتی داشتی، برمیگرده به اینکه تو اینجوری بزرگ شدی، نه اینکه خودت اینگونه هستی. ببین عزیز، من برخی از اوقات مثلا تو جوانایی که تو امریکا بزرگ شدن، خشمی رو که میبینم نشون میدن، برخی از اوقات از اینکه میبینم پدر و مادرشون مثلا نسبت به سیاه‌پوستا یک نگاه و نظری دارن، من صدها بار واکنش های تند این بچه ها رو دیدم. علتش است که این بچه ها به اینجا رسیدن که سیاه و سفید نداریم، رنگ پوست مسئله انسان نیست، در حالی که بسیاری از ما با وجودی که در کشور ما سیاه و سفید نبوده، کاملا یه دید خاصی نسبت به سیاه پوستا داریم، و استدلالایی هم که برخی از اوقات میکنیم هم از اینکه این کارو میکنیم یا نمیکنیم برمیگرده به حوادث و اتفاقات بیرونی. یعنی میخوام یه چیزی به شما بگم که خیلی از اوقات آنچه که بین شما و این مردان اتفاق میفته اینه، در حالی که اگر فرض کنید شما با یه آقای آشنا بشید که ایشون 3 تا خواهر داشته باشه و ضمناً یا 4 تا، 2 تا بزرگتر 2 تا کوچکتر، این وسط مثلا باشه، اون خیلی بیش از همه شما رو میفهمه. یعنی اون احساس اینکه زنان یا دختران عین مردانند یا در بسیاری از زمینه ها برتر هستند براش خیلی عادی است و در رفتار شما اون رو نمیبینید. به همین جاست که وقتی توی خونه همه پسرن یا بیشتر پسرن یا بیشتر دخترن، ما نه تنها مشکل داریم، بارها عرض کردم، نه تنها مشکل داریم در جهت جنس مخالف، این زنان خودشون رو یا این مردان خودشون رو هم به خوبی نمیشناسن. اشکال کار اینجاست. به همین جاست که وقتی خواهر برادرها تا حدودی تعدادشون برابره یا به هر حال از هر دو هستن، اصلا این نگاه آنچنان به نوعی تعدیل میشه که بیرون میاد. حالا تو خانواده ما یه مشکل دیگه وجود داره عزیز، و اون تفاوتی است که بین پدر و مادرمون در محیط خارج و در داخل زندگی میبینیم. یعنی اونجاست که برخی از اوقات این ماجرای رول و نقشی که زنان ایفا میکنن مسئله است. من خاطرم هست که وقتی که اولین وزیر در ایران بود، خانم فرخرو پارسا وزیر شد، من یادمه خوشحال بودم برای اینکه حالا دختر ایرانی متوجه میشد که وزیرم میتونه بشه، در حالی که شما اگر میرفتید خونه 100 تا دختر تینیجر در زمانی که ما یا جوان بودیم یا به هر حال من تو کار دانشگاه بودم، 98 تاش اون چیزی که داشت عکس خواننده ها بود. یعنی الگو و مدلی که وجود داشت فقط این بود که یه زن میتونه چه خواننده خوب زیبایی باشه که بتونه حتی با رقص یه جایگاه و پایگاهی برای خودش پیدا کنه. یعنی اصلا فکر این نبود، و به همین جهت است که بسیار مهمه که این الگو و مدل ها وجود داشته باشند در زمین های مختلف که اون احساسه نباشه. الان به نظر من به مقدار زیادی معلومه که شما 2% از اینجا، 5% اونجا، 10% از اینجا اومدن جمع شدن، یه مسئله 25%ی پیدا شده که آشکاره و به نوعی مثل پرفکت استورم دیگه،
که این همه چیز یه جوری با هم کنار آمدن و موجب یه چنین طوفانی شدن. ولی شما توانش رو دارید و اگر یک روانشناس خوب پیدا کنید تو ارتباطاتون با یه مردی که توانایی داره، یعنی یه مردی که یه بهره هوشی و یه آگاهی داره و با موضوعی انسانی هم آشناست و ضمناً تو خونه‌ای بوده که خواهر هم داشته، چه بهتر که یه بزرگتر یه کوچکتر اقلا. اون خیلی بیشتر میتونه با شما اون ارتباط رو برقرار کنه و به همین جد است که شرط شما نمیتونه یه مردی باشه که 4 تا پسرن توی خونه، برای که اونا نه مرد رو میشناسن و نه زن رو. و بعدم شما قرار یک قاعده دیگر رو رعایت کنید، انتظار یک کسی یا چیزی رو در حد خودتون ندونید عزیز. یعنی حرفی که ارسطو میزنه که برای من اون زمانها خیلی زیبا بود که بیعدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، همه کار مساوی کنن پول متفاوت بشونه، بیعدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. بنابراین یک کمی هم شما خودتون رو مختلف و متفاوت بدونید، مخالف نه، مختلف و متفاوت بدونید. و بنابراین باید بدونید که ازدواج شما، زندگی شما، زندگی احتمالاً زناشویی شما با 95% مردم دیگه در اساسش و در درونش مختلف و متفاوته. یعنی این مانند دیگران نباید باشه. یعنی اگر مثلا این هیچ مثال ارتباطی به واقع تصمیم گرفتید ازدواج کنید ولی عروسی نگیرید، تعجب نکنید که مثلا ما چرا عروسی نگرفتیم. علتش این است که شما مانند دیگران نیستید و بنابراین بدونید که اشکال کار این که آدم یه مقداری تو این زمینه ها چم باشه یافتن فرد مناسب هست، ولی خوشبختانه تنها نیستید و من مطمئن هستم که مردانی هستند که در اون حد و سطح هستند که بتونن اون ارتباط ویژه رو با شما برقرار کنن و از درون بتونن شما و ایشون همدیگر رو بفهمید و مواظب باشید. به هر حال خوشحالم از گفتگویی که شد، من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم که این فرصت گفتار رو داشتیم. حالا به امید گفتگوی بیشتر یا یه زمانی که یه تغییر مطلوبی در زندگی شما پیدا بشه. مواظب خودتون باشید ولی به هر حال حرفامون رو با هم زدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. لطف کردید. تمنام کنم. خواهش کنم.